سرخط خبرها. خوشحالی بایدن از فروش نفت ایران. یک نماینده ارشد مجلس ایران: بستن تنگه هرمز در دستور کار مجلس است. اکسپرس: جمهوری اسلامی می‌خواهد برای جلوگیری از سقوط خود از بمب اتم پرده بردارد. و دستور زلنسکی برای تشکیل نیروهای ذخیره نظامی در اوکراین. مشروع اخبار. خوشحالی بایدن از فروش نفت ایران. خبرگزاری بلومبرگ شامگاه جمعه در گزارشی به نقل از داده‌های مؤسسه کپلر و شرکت تحلیل انرژی ورتکسا نوشت صادرات نفت ایران در ماه نوامبر سال گذشته به 1.3 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، صادرات نفت ایران به رغم شکست مذاکرات احیای برجام در آخرین ماه سال گذشته میلادی نیز به بیشترین حد خود در 4 سال گذشته رسیده است. به نوشته بلومبرگ، هرچند آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هفته پیش گفت دولت بایدن از توافقی که تحریم‌های نفتی ایران را کم کند دست کشیده، واقعیت امر این است تا زمانی که محموله‌های نفت ایران بتوانند قیمت‌ها را در بازارهای انرژی ثابت نگه دارند، دولت بایدن از افزایش صادرات نفت ایران خرسند است. یک نماینده ارشد مجلس ایران: بستن تنگه هرمز در دستور کار مجلس است. محمد حسن آصفری، نماینده شازن در مجلس ایران، گفته است که در پی قطعنامه پارلمان اروپا و پیشنهاد تروریستی شناختن سپاه پاسداران، بستن تنگه هرمز در دستور کار مجلس قرار دارد. نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افسوده اگر قرار باشد اروپایی‌ها با نیروهای مسلح و نیروهای رسمی ما اینگونه برخورد کنند، گزینه‌های دیگری را روی میز خواهیم گذاشت. آقای آصفری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که ما طرحی را دنبال خواهیم کرد که محدودیت تردد کشتی‌های تجاری اروپایی در تنگه هرمز را به همراه خواهد داشت و اگر پارلمان اروپا نسبت به تصمیم خودش عقب نشینی نکند، مطمئن باشند اقداماتی را در پارلمان خودمان دنبال خواهیم کرد. به گفته وی، مجلس ایران با طرح‌های چند فوریتی تردد در تنگه هرمز را برای کشتی‌های اروپایی محدود خواهد کرد و به پارلمان اروپا توصیه کرد بهتر است تا دیر نشده تصمیم خودش را کنار بگذارد و عقلانیت نشان دهد و از اقدامات احساسی دست بردارد. اکسپرس: جمهوری اسلامی می‌خواهد برای جلوگیری از سقوط خود از بمب اتم پرده بردارد. کارشناسان به روزنامه بریتانیایی اکسپرس گفتند که حکومت ایران که تحت فشار شدید انقلاب داخلی و تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، برای جلوگیری از سقوط خود قصد دارد به زودی از سلاح هسته‌ای پرده برداری. برای جلوگیری از سقوط خود قصد دارد به زودی از سلاح هسته‌ای پرده برداری کند. به گزارش این روزنامه، ادعاهای موثق جدید میگویند رژیم تنها چند هفته تا دستیابی به اورانیوم غنی شده 90% فاصله دارد. این همان سطحی است که برای ساخت یک کلاهک با قابلیت قرار گرفتن روی موشک بالستیک لازم است. به گفته کارشناسان، در حالی که ساخت یک موشک مؤثر که بتواند چنین کلاهکی را حمل کند حدود 18 ماه طول می‌کشد، اما بیم آن می‌رود که رسیدن غنی‌سازی اورانیوم در ایران به آستانه 90%، غرب و بازیگران منطقه‌ای را مجبور به ارزیابی مجدد گزینه‌های خود برای مهار رژیم شرور این کشور کند. و دستور زلنسکی برای تشکیل نیروهای ذخیره نظامی در اوکراین. به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دستور داد که فرماندهی نظامی اوکراین وظیفه تشکیل نیروهای ذخیره نظامی این کشور را بر عهده بگیرد. الکسی روزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین، اوایل ماه دسامبر گفته بود که هنوز هیچ برنامه‌ای برای اجرای بسیج همگانی اضافه بر سازمان در این کشور وجود ندارد. زلنسکی در دیدار با دانشجویان دانشگاه ملی تاراس شوچنکو کیف گفت این وظیفه توسط ارتش تعیین شد تا فقط به تعداد پرسنل نظامی اضافه نشود، بلکه ذخیره‌ای وجود داشته باشد تا افراد نه تنها بجنگند بلکه به فعالیت‌های بازسازی کشور نیز کمک کنند.